هرالد تریبیون بین المللی، سوم فوریه 2012، 14 بهمن 1390، از زندانسازی کمپ لیبرتی برای ساکنان اشرف با امضای سازمان ملل جلوگیری کنید. بیانیه سازمان‌های غیردولتی دارای رتبه مشورتی ملل متحد، بنیاد فرانسه آزادی، فرانس لیبرته، جنبش علیه نجات پرستی و برای دوستی خلقها، مراب، توسعه آموزش بین المللی، حزب رادیکال مسالمت آمیز، انجمن بین المللی حقوق بشر زنان، بنیاد مارانگوپولوس برای حقوق بشر، فضای بین المللی آفریقا. ما از مقامات عراقی می خواهیم از تبدیل کمپ لیبرتی به زندان خودداری کنند. از دبیر کل و یونامی می خواهیم تضمین های حداقل سلامتی، امنیت و رفاه ساکنان را در کمپ جدید تضمین کنند و از کمیساریای عالی ملل متحد می خواهیم با شروع کارش در اشرف به تأخیر در بازتایید استاتوی پناهندگی ساکنان پایان بدهد. در حالی که جامعه جهانی در صدد یافتن یک راه حل صلح‌آمیز برای اشرف است و ساکنان نیز با صرف نظر کردن از حقوق مسلم خود برای تحقق این راه حل کمک می‌کنند، رژیم ایران از طریق دولت عراق در صدد به شکست کشاندن این راه حل است. مساحت اولیه اختصاص داده شده به ساکنان در کمپ لیبرتی 80 بار کمتر شده و شرایط زیستی این کمپ بسیار پایین تر از آنچه که در ابتدا مطرح شده بود می باشد. همین مساحت کم با دیوارهای بتونی دیوارکشی می شود. بر حضور پلیس عراق در داخل کمپ پافشاری می شود. اجازه رفت و آمد آزادانه داده نمی شود. از دسترسی ساکنان طی 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته به ناظران سازمان ملل جلوگیری می شود و محدودیت های فزاینده‌ای برای ساکنان ایجاد می شود. من جمله جلوگیری از جابجایی ساکنان به لیبرتی در خودروهای خودشان و انتقال اهانت‌آمیز آنان در اتوبوس‌های نیروهای عراقی همراه با تفتیش بدنی و جدا کردن آنها از وسایل فردیشان. این یک جابجایی اجباری به یک زندان است. روز 30 ژانویه سفیر رژیم ایران در عراق با وقاحت اعلام کرد نمایندگان کنسولی این رژیم فاشیستی در لیبرتی حضور خواهند داشت، چیزی که طبعاً برای ساکنان خط قرمز است. ما از دولت عراق می‌خواهیم کارشکنی‌ها را کنار بگذارد و زندانسازی در لیبرتی را متوقف کند. ما از نماینده ویژه دبیر کل در عراق می‌خواهیم تا وقتی کمپ با استانداردهای بین المللی مطابقت داده نشده از انتقال ساکنان جلوگیری کند. ما از کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد می‌خواهیم از حقوق ساکنان در چارچوب این قوانین دفاع کند و به منظور تسریع استقرار ساکنان در کشورهای ثالث بلا درنگ پروسه کار خود را در اشرف شروع کند و تا آماده شدن کمپ لیبرتی منتظر نشود. ما همچنین از یونامی و کمیساریای عالی پناهندگان می‌خواهیم برای انتقال سریع‌تر بیماران اشرف به کشورهای ثالث تسهیلات جداگانه فراهم نمایند. بنیاد فرانسه آزادی، فرانس لیبرته، جنبش علیه نجات پرستی و برای دوستی خلق‌ها، مراب، توسعه آموزش بین المللی، حزب رادیکال مسالمت آمیز، انجمن بین المللی حقوق بشر زنان، بنیاد مارانگوپولوس برای حقوق بشر، فضای بین المللی آفریقا. بیانیه کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد درباره تعیین موقعیت پناهندگی ساکنان کمپ اشرف. کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد از مدتی پیش آماده بوده و همچنان آماده است
تا برای احراز هویت و قضاوت در مورد استاتوی پناهندگی ساکنان کمپ اشرف که افراد مورد نگرانی محسوب می شوند اقدام کند. کمیساریات تیم‌هایی را در صحنه بسیج کرده و توانمندی‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری ضروری را در محل مستقر کرده است. مصاحبه‌های انفرادی لازم است که در محل‌های امن، بی‌طرف و به صورت محرمانه انجام شود. تأکید دولت عراق همچنان بر این است که این پروسه‌ها خارج از کمپ اشرف صورت بگیرد. در یک محل جدید که در دست آماده سازی تا به ساکنان امکان جابجایی داوطلبانه به آنجا را بدهد و در آنجا به طور موقت در شرایط امن و مناسب اقامت داشته باشند. کمیساریا در زمینه فنی برای بهبود زیرساخت‌های کمپ مشاوره می‌دهد. کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد اهمیت بسیاری برای پیدا شدن یک راه حل مسالمت‌آمیز قائل است. از جمله این که هر گونه جابجایی به خارج از اشرف باید داوطلبانه با آزادی تردد و حرکت در محل جدید که سزاوارترین وضعیت است. کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد اکنون در حال بررسی راه کارها برای تسریع در انجام پروسه تایید استاتوی پناهندگی تا بتواند آن را بر اساس فرد به فرد منصفانه و به طور کامل اما به سرعت انجام دهد تا بتواند در میان ضرب العجل های سخت زمان بخرد. هشدار: تصویر غیر واقعی و واژگونه از شرایط زندان در کمپ لیبرتی زمینه‌ساز حمله و سرکوب ساکنان اشرف است.